و حال موضوعی که روی آن بحث می‌داشته باشیم در رابطه با واکنش‌ها به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. مجلس نمایندگان میگه که خروج نیروهای خارجی از افغانستان غیر مسئولانه است. در این مورد بیشتر صحبت می‌داشته باشیم با خانم ریتا انوری، فعال حقوق زن از استرالیا. خانم انوری سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و سلام به بینه های عزیزی که فعلا از طریق آریانا نیوز امرای ما هستند. علیکم سلام. خانم انوری، واکنش ها در قسمت برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان دیده شده، هم از طرف کشور آمریکا و هم شهروندان افغانستان. به نظر شما این واکنش ها چقدر میتونه که به جاه باشه؟ اگر ما به تابع دقیق مصاحبه جای بایدن از دیشب که به تابع اونا در پرس کانفرانس خود داشتن، ما به تابع دقیق گوش کنیم، اونا به قسم جدی گفتن که بعد از ماه سپتامبر 11 ما اساکر خود از افغانستان خارج میکنیم. اما ایشان متوجه باشین که گفتن اما ما اساکر خود از افغانستان جدا به خارج میکنیم و نماینده های خود، مشاورین خود که زیادتر از 150 مشاور سیاسی و دیپلمات خود در افغانستان به تابع اضافه میکنیم و زیاد میکنیم شم. اینا لمانایش از این میتر که وقت به خودشان مشاره کردن که ما حقوق زن به تابع آزادی بیان و مردم افغانستان به تابع نادیدر نمیگیریم شم و همین پلان ما بود که در 2001 وقتی داخل افغانستان شدیم که ما بتانیم القاعده را از بین ببریم. القاعده را از بین بردیم و طالبا بیرند نگوشیشن از همراه ما و طالبا به تابع چندین رقمش و طالبایی که ما کسیر نگوشیشن میکنیم به دیدگاه ما، به نظر ما نظر است که نال ضرورت ما به افغانستان نیست، اما ضرورت سیاسی مشاورین سیاسی ما، مشاورین دیپلمات ما در افغانستان بیشتر میشن. اینا ما فکر کنیم که در افغانستان اونا سیستم بساب استراتژی خود از تغییر دادن، اما یه تغییر ندادن که ما افغانستان رها میکنیم و کل انجوهای خود و کل کمکهای خود همه چیز بسته میکنیم. یک قسم نگفت اگه ما دقیق بساب گوش کنیم شب. اما خانم منوری در قسمت برآمدن نیروهای خودان اینا تاکید کردن که از اول ماه می آغاز میشه تا 11 سپتامبر تمامی نیروهایش از افغانستان بیرون میشه و همچنان ناتو هم به شمول نیروهای آمریکایی که 10,000 نیرویش از افغانستان بیرون میشن بدون قید و شرط. فکر نمیکنید که نگران کننده باشه؟ درست است، این نگران کننده برای مردم افغانستان است و جهان است، اما دقیق اگر بساب بیانیه جوی بایدن در بساب بشنوین و ترجمهش درست شود، اونا گفتن که ما استراتژی خود تغییر میتانیم. استراتژی ما عالم نمیشه که ما به تفنگ و به زور کار کنیم و زمانی که ما ضرورت داشتیم در افغانستان که القاعده را بن لادن از بین ببریم ما از بین بردیم شه و کامیاب شدیم سرش و حال ما میخوایم سیستم استراتژی خود تغییر بدیم. استراتژی ما ایست که ما زیادتر از 150 مشاور سیاسی خود را میاریم در دولت افغانستان کار کنه و بساب نماینده ما بساب سیستم اینجوا و بعضی چیزهای ما زیادتر میشم. ایران بساب دقیق متوجه شوین که اونا چی گفتن. واضح که پس مردم افغانستان پنیک میشن، مردم افغانستان وقتا میشن که اونا برن افغانستان دولتش اقدر نظامش قدرت داره یا نداره که بتانه که همراه طالب بساب جنگ کنن. اما افغانستان هم دولت افغانستان هم میخواهد سل شوم، مردم افغانستان هم میخواهد سال شوه، میخواهد به سیستم مذاکره پر پیش برن. امی که بساب جوی بایدن میخواهد تغییرات بیره، میخواهد سیستم جنگ پس کنه، سیستم مذاکره ای را پیش ببرن. ایناله ما بساب مردم افغانستان فقط مایکت ضرورت داریم که درست اکسپلین به مردم بکنن که مردم باید امی و خطایی خود از چشم و از فکر و ذهنیت خود پس کنن. اما خانم منوری، باشندگان افغانستان، مجلس سنای آمریکا و همچنان مجلس نمایندگان افغانستان میگن که باید این شرایط یا برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان بعد از یک توافق سیاسی
صورت می گرفت. مثلا بعد از نشست استانبول که اینا با یک توافق می رسیدن، بعد این پیشنهاد از طرف آقای بایدن صورت می گرفت و زمانات هم وجود می داشت. حال بدون قید و شرط با برآمدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان ناتو، مبادا دوباره جنگ های داخلی صورت بگیره. نگران از این هستن. در این موضوع دقیق هستن. مردم افغانستان به خاطر که زیادتر از 20 سال پیش این تجربه را دیدن، وقتی که اساکر روس از افغانستان برآمد و به بسیار بیباکانه رفتن و اونمو آیدیه راشان بود که باید یک شورش در مردم افغانستان بیاین، این بساب پیشتر اونا که از افغانستان خارج شوند این نظریه را داشتن. اما فعلا که مثلا به امریکا یا داخل خود وزارت خارجه امریکا و خود خودجوی بادن که بساب اگر مصاحبه به خیلی گوش کنین و دوام به پرس کانفرانسش برین و به استراتژیش بساب بخونینشم، اونا نگفتن که ما افغانستان بالکل ازش مبرایم و دوام به افغانستان به سیاستش و به دیپلماسیش و به سیستم استراتژیش ما غرض نداریم، مثل که روسی کار کرد. وقتی مصاب وقت روس بود همه چیزش اعلام کرد و مان که دولت دکتر نجیب کنترل کنه و دولت دکتر نجیب چند سال تانست تک بساب مبارزه کنه و بساب جنگ کنه، اما داخلی پرابلم در داخل بود. اینا در این قسمت استراتژی دولت امریکا تغییر خورده که ما به سیستم مذاکره میخواییم پیش بریم شد و اساکر دفتن نیست که ما فقط از تاریخ اول خارج شدن و دام مای سپتمبر 11 است. درست سپتمبر 11 2001 آمدن 2021 پیش پس مبرن 20 سال است و 20 سال بسا میلیون تریلیون دلار بسا بساره دیدن و ایره متوجه باشین که مردم امریکا ایده بساب در نظر دارن که بر مردم جهان وعدهشان دروغین باید نباشن، که بساب بازنده به جنگشان به نبردشان نباشه، چون به مردم جهان وقتی که اونا گفتن که ما میریم افغانستان القاعده را از بین میبریم و در افغانستان تروریست را از بین میبریم، این کار کرد تروریست از بین و القاعده را از بین گردد و طالبان هست، طالبان دست نشاندی خود امریکا هست. تاریخچه طالبان رو باید به مردم افغانستان بفهمند که طالب از کجا آمدن. درست است ما داعش داریم و طالب داریم، تا امی طالب را که فعلا میخوایم که به حساب سپورتش کنن به خاطر میخوایم که داعش از بین ببرن، سیستم استراتژی خود میخوایم تغییرات دارن. اینا ما تشویش ما در مردم افغانستان بر از این سکت به خاطر از اینکه ما در افغانستان یک حزب نداریم، چندین حزب داریم، یک رهبر نداریم، چندین رهبر داریم، یک دولت داریم، چندین رهبر داریم، چندین حزب داریم. این هم یک تشویش ما خود معاون است که ما باید سیستم پارلمانی، سیستم مردمی باید بیشتر صحبت کنند. حال نوبت خود ماست که باید باید مذاکره باید برسیم. موضوع خارجی نیست، موضوع امریکا نیست. امریکا به افغانستان آمد به خاطر نفع شخصی خود و حالا پس به نفع شخصی خود میرن. ما افغانا باید خود ما باید جور بیم. اما خانم منوری، در امریکا هم مخالفت های با این ارائه آقای بایدن دیده شده. مثلا لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهی آمریکا میگه که یک تصمیم عجولانه بوده که از طرف بایدن صورت گرفته، چون نگرانی هایی هم وجود داره که اگر القاعده و یا گروه های دیگر احراز افغان از طرف افغانستان علیه آمریکا حملاتشان سازماندهی شود و همچنان برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان را باید به اساس یک شرایط صورت می گرفت. درست است که امی بساب تویت رو بعضی پوستایشون هم فالو کرده می شود و درست است کانسرن دارن بعضی بساب سیستم جهان مدنیشان و کسایی که به اینترنشنال لیول کار میکنن کنسرن دارن و کنسرن ما هم داریم، شما هم داریم، در افغانستان همه جای داریم، میتونی است که کس کنسرن نداشته باشن و وقتی که استراتژی که بساب جور کردن استراتژی به سیستم جور کردن که ما به جهان وعده دادیم که ما از القاعده را اسمبل لادن از بین میبریم و توریسم از بین میبریم. درست است اصلا لابن از بین بردن و اصلا لابن مرده، کشته شده دیگه در دنیا نیست و سیستم القاعده ضعیف شده و یک سیستم طالب مان طالب که هست
بنیادگذارش خود امریکاست و امیال خود طالبان بسا به ورخطا هستند. نمیفهمه که چی باید بکنن. مردمی که بسا به بنام دین مقدس اسلام اونا رو بسا به سپورت میکدن و بسا میگفتن اینا بسا به اسلام هم پیش میبرن، میخواهند که امارات اسلامی افغانستان دارن. این امیال خودشان فعلا در افغانستان ماه مقدس بسا به رمضان است کلشان آتش بست خواندن، اونا قبول نکردن. فکر کنیم که نفرت مردم چقدر بر اونا زیاد میشن. حتی بسا به اعتبارشان بسا به نام اسلام بسا به مبارزه میکنن یا نام اسلام استفاده میکنن. اینا در یک قسمت این یک بسا چی میگن سیستم استراتژی پالیتیک درست. اما خانم منوری، در افغانستان هیچ کاهش خشونت صورت نگرفته، روز به روز خشونت ها افزایش پیدا میکنه و در ولایت های افغانستان به خصوص حتی در پایتخت نبرد ها جریان داره، ناامنی ها وجود داره از طرف گروه طالبان، از طرف داعش و گروه های راز افغان تهدیدهایی وجود داره. پس برآمدن نیروها هم میتونه نگران کننده باشه و این تصمیم آمریکا هم اگر ما فکر کنیم 4 سال پیش اساتیر امریکایی استاد کردن جنگ به مقابل طالب یا به مقابل داعش، اسکر افغانستان جنگ میکردن. ما که در استرالیا هستیم، ما خودم به حساب سیستم امی ترینینگ اسکرای امریکایی رو دیده بودم، ما به حساب سیستمی که میبرن در افغانستان امرای مردم به حساب سیش برخواست کنن ترینینگ از او خواست برازی بود که برن امرای اساکر ما ترینینگ برشان بدن، نه برازی بود که برن جنگ کنن. این 4 سال پیش این بساب سیستم جور شدگی بودن. اینال این مثلا مانا میتن که اگر در افغانستان سیستم توریزم بساب خطای انفرادی زیاد شده در افغانستان، این یک کمزوری یا بساب کمزوری دولت نشان میتن. ببخشید من لغت خاص باش پیدا نکردم، به تفاوتی ما دولت نشان میتن که ما اردوی ما امرای پلیس ما و استخبارات ما یک نظر نیست. اصلا بساب منیجمنتش خود وزیر دفاع نداره و خود وزیر داخله نداره، یک نفر دیگه منیج میکنه. ناچپو میتونن که وقتی که خود گزاره است بساب استقلال خود نداشته باشه، در جای دیگه بساب کنترل شده، چطور میتونه در اون مملکت یا در اون ساحه بساب یک نظام یا یک سیستم منیجمنت خاص باشه؟ این پرابلم امریکا نیست، این پرابلم خود ماست، خود مملکت ماست، خود سیستم ماست، خود بساب دولت ماست که بساب پراگنده است. درست. خانم منوری، نظر دارن در قسمت اعلامیه طالبان هم می داشته باشیم که گزارش های هم نشر شد، طالبان گفتن تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشن، اینا در هیچ نشست که در رابطه با پروسه صلح باشه اشتراک نمی کنن. حال با این تصمیم آقای بایدن و ناتو، فکر میکنین که نشست استانبول در 24 اپریل که همین تاریخ گفته شده برگزار شده و طالبان هم حاضر شوند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند و با یک توافق سیاسی دست پیدا کنند؟ اگر ما به حساب اکبریم که چای چند مصیبای پیشتر ما تا پیش از ظهر به حساب گوش کنیم یا دوستان ما شاید دیده باشن که ما از اون وقت به حساب همین تحلیل می کردم که نشست دوحه به مناسبت نشست دوحه به سیستم به خاطر یک شناختن طالب است که امریکا می خواهد که طالب به حساب رسمیت بشناسه ایشان و اما ترام شده و اینا به حساب تاشکن بود. تاشکن اون به حساب نشست بود، یک دیدار بود که اصلا اجن دیشم تا بال بساب کنه نتیجه نداده و بساب یک منام نداد که چی گپ شد و چی گپ بساب ازی چی به دست آوردن. اینا لو دوهم همچنان در استانبول همچنان که بساب به نظر گرفته بودن که بساب یک نشست شوال و نشستی که بساب گفتن که یک در روز بود یا 15 روز بود میشن، این همچنان امکانات زیادش داره، 99% زیر داره که کنسل شوه تا به ماه سپتامبر. اگر بساب بازم یک نشست شود، شاید یک نشست بسیار سمبولیک باشد، کدام نتیجه خاص از گرفتن نمیشه، به خاطر از این که وقتی که اونا چیزی که وعده کردن کته طالب و چیزی که میخواین به دنیا نشان بدن همون کار اول میشه و بعد از اون بازم تصمیمای آینده رو میگیرن که چی باید بکنن. درست. خانم انوری، حال این تصمیمی که از طرف آقای بایدن گرفته شده در قسمت برآمدن نیروهایشان از افغانستان، فکر میکنین که نهادهای امنیتی، نیروهای دفاعی کشور بتانن به شکل درست
از کشور و از حملاتی که صورت میگیره و همچنان در افغانستان حملات صورت میگیره رو جلوگیری کنن و بتونن قادر باشن به البته به حمایت از افغانستان. و مثل که حال با برآمدن نیروهای خارجی، آقای رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیتی متوانایی از زیر دارن که دفاع کنن. فکر میکنین که چنین باشه؟ اگر ما فکر کنیم در این ظرف 4 سال یک عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شده، شاید اگر کشته شده باشن بسیار یکی یا دو دانه اون در جنگ نبودن و سیستمای دیگر رقمش بودن. فعلا اردوی افغانستان به تفصیل در جنگ هستن، نه از فاکر آمریکایی. از فاکر آمریکایی واسه بیشتر یاد کردن، اونا به سیستم ترینینگ و ابزرویشنشان هستن، نه به سیستمی که در جنگ برن. این میگم که فعلا که دیپوهای آمریکایی‌ها که در افغانستان هستن یک دیپوهای است که اصلا کدام کار در افغانستان نمی کنن. فقط یک دیپوهای است که بسابه نظارت می کنن حتی فقط افغانستان و همه چیزهایی که در افغانستان می شن، همه جنگ هایی که می شن و بسابه بس نبرد هایی که می شن، خود اردوی افغانستانی را پیش می برن. این شما می فهمید، مردم هم می فهمند، اما ذهن سازی مردم ضعیف است در افغانستان. فکر میکنن که امریکا افغانستان نگاه میکنه، فکر میکنن آدرس دستک از حقوق زنها بساب آزادی بیان. این بعضی چیزها رو ما نگرانی داریم به خاطر از اینکه سیستم طالبانی یا سیستم امارات در برشان حق حقوق ندادنشان. اما با سیستم جنگ یا با سیستم نبرد که بگویم شهودی افغانستان تا می 4 سال خودشان نبرد که خودشان در جنگ بودن و از فاکر امریکا کنشان نبودن و بساب این کار بساب ابلیتیش دارن که ستند اپ شوان و بساب در جنگ در جبای خود باشنشان. و ماندک بخاطر مردم افغانستان که خانم هستن، آزادی بیانشان هست، بساب قانون اساسی است که بساب زیاد تشویش ماست که در مذاکره استانبول سرزی یا تصمیم بسیار غیر عادی نگرفتن شود که این شاید یک نگرانی زیاد باشن، نه از ساکر امریکا که در افغانستان است. بخاطر این قسمه که جوی بایدن گفته اگر من ساکر خود از افغانستان پس میکشم، گفته که آرمن بود، گفته که سلادار خود و کسایی که بسا لباس نظامی پوشته او را میکشم و به زیاد مردم ملکی خود روان میکنم، مردم دیپلمات خود روان میکنم، بسا به دیپلماتی خود روان میکنم که بخواد ادوایزری باشن. اینا رو ما فکر اینی رو بسا به تشویش باید مردم افغانستان دهی باشن که شاید در هر وزارت یک 5 دانه بسیار ادوایزر امریکایی باشن. ما چطور میتونیم افغانا خود ما نظر بگیریم؟ خود ما اصلا از نظر خود میمانیم بسیار به یک دیپلماتی که امریکا کنترل دولت ما رو میکنن. پس یعنی خانم منوری، از نظر شما برآمدن نیروهای امریکایی و ناتو نمیتونن نگران کننده باشن؟ نگران کننده در این قسمت است به فکرش به من ایچ و شخصی و صدیق و وطابق دارم نیست. مستدیم بستم نگران کننده بر من از این که وقتی اتاکرش میره مردم دیپلماتش میره، دیپلماتش که در افغانستان زیادتر شود دفاتر ما را اردوی ما را بساب ریاست شورای امنیت ما را هم نگیشون مفکوری از نو لید میکنن، مفکوری از نو کنترل میکنن. قسمه که بازم میگم که گفتن زیادتر از 150 دیپلمات اینترنشنال ادوایزرهای ما میه در افغانستان. اونا چی میکنن؟ اونا کنترل دولت ما را میکنن. درست. خانم منوری، گزارش های هم نشر شده بعد از حرفای آقای بایدن، طالبان گفتن که تا زمانی که تا اول ماه می باید تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، باز بعدن ما بین بنشست تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشن ما اشتراک نمی کنیم. و بعد از آقای بایدن حرفایی که طالبان داشتن گفتن که در هیچ، البته باید نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می باید تمامی از اینها بیرون شود، در صورتی که از اول می آغاز از اینها شروع می شود تا 11 سپتامبر. حال با توجه به حرفهای طالبا و اعلامیه که از طرف از اینها نشر شده، فکر میکنین که اینا در نشست استانبول که قرار است در 24 اپریل برگزار شود اشتراک کنند؟ قسمی که بیشتر یادآور شدم طالبا هنمی فیلن
از همه چیز راگ و مک و نامید هستند، هم مردم افغانستان ازشان نفرت دارند و همچنان دولت پاکستان که کسایی بود که سپورتشان میکنند. به خودشان در بیانیه خود عمران خان گفته که ادوایزرشان که در تاجیکستان بود که ما دولت امارات اقدر بسیار جدی نمیگیریم شد و اونا فعلا از پاکستان، از روسیه، از چین و حتی از هندیه میخواین یک سپورت میخواین که سپورت درست برشان داده نمیشن. این حاله یا میخواین که یک بساب سیستم استراتژی را پیش ببرن که دولت یک فشار بیارن که ما در مذاکره نمیشیم چون مردم های مهم هستیم باید در اساکر برن. درست است اساکر که وقتی که جوی بایدن دیشب در فرست کانفرانس خود گفت که ما در تاریخ اول می اساکر خود دفتن نمی کشیم، ما اساکر خود با 11 سپتامبر بساب از افغانستان بالکل می کشیم، بخاطر استراتژی خود تغییر می دهیم. نیست که بساب ما افغانستان تنها بونیم و افغانستان بساب است که روس به افغانستان کردن او قسم سیستم هم پیش نمی بریم. ما با مردمش، با خانمایش، با بساب آزادی بیانش، با جمهوریش، با همه چیزش یک کنسرن داریم، یک پلان داریم. اما مانده که به خاطر نشست استانبول قسمی که بیشتر گفتم امکاناتش 99% میگم که او امکان نداشت، امکانش لکه پرسپاین میشه یا بساب ایچ اگر مذاکره رو بگیرم مذاکره به بساب کدام دستاورد ازش نمیداشته باشیم. درست خانم منوری، در اخیر نظرتان را می داشته باشیم، با این حال بعد از تصمیم آقای بایدن سیاستی که باید حکومت افغانستان اتخاذ کنه چی باید باشه؟ سیستم دولت افغانستان یگانه چیزی که بساب می تانم که سیستم ازبایی که دارن و کسایی که نخبه هستن اونا را همراهشون صحبت کنن و هم نظر باشن و همچنان پاور با خود وزارت ها بدن، با خود وزارت دفاع بدن، با خود وزارت بساب با پلیس افغانستان بدن که خودشان از خود بساب دفاع کنن، نه بساب یک شخص دیگه کنترل کل وزارت ها را بکنن، با قدر که هر وزارت از خود باید استراتژی داشته باشن. دولت افغانستان باید نشستای مردمی خود را بیاد کنن، باید قلب مردم افغانستان پس دوباره بگیرن چون مردم افغانستان هم از دولت افغانستان آساسا اگرچه که سپورتش هم میکنن بازم بساب نامید شدن و بخاطر مردم گشنگی زیاد شدن، ترور زیاد شدن و بساب نامیدی زیاد است در افغانستان. اینال این مسئولش کیست؟ مسئولش دولت ماست. اینال مردک دولت افغانستان هم استراتژی خود کمک چینج کنم و فکر میکنم برشان زیادتر بساب سکسسفول خواهد باشند. درست، تشکر، سلامت باشین، سپاس از حضورتان در برنامه خانم منوری، ممنونتان.